بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، علاقمندان به والیبال، امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه. اینجا قلب کویر ایران، شهر میراث جهانی یزد و دیدار هفته 23 رقابت های لیگ برتر والیبال ایران، شهرداری یزد، شهرداری گنبد، و امیدواریم یه بازی خوب و جذاب رو تماشا کنیم در سالن اختصاصی شهرداری یزد. و بازی 2-1 به سود شهرداری، 2-1 به سود شهرداری یزد، و فعلا بازی در امتیاز 2-2 برابر در جریان. شش نفر اولی که آقای تون روان به بازی فرستاده، آقای داوودی پور پاسور، رضا آبدینی، مسعود غلامی، سعید جواهری توانا، سینا نیکپور، محمد ولیزاده و رادوسلا پاراپانو و محمدرضا حضرت‌پور. در هفته اول حضرت‌پور در حکم پاسور، سینا نیکپور، و امتیاز سوم برای شهرداری است. 3-2. اما شش نفری که در ابتدای کار به زمین اومدن برای شهر گنبد، چوگان، میکایل تاجر، قربانی، تکاور، سقلی، یاسین کم، بازیکنان شهر گنبد در شور بازی بودن. چوگان پاسور تیم شهرداری گنبد، بازیکن 40 ساله این تیم. 3-3 برابر. هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر والیبال، شهرداری و شهرداری گنبد دست اول، همه چیز برابره. 3-3. امید سقلی بازیکن 17 ساله تیم شهرداری، و امتیازی که شهرداری به دست آورد. 4-3. امید سقلی فقط 17 سالشه. بازیکن شماره 7 همین چهره، به به، 17 ساله. وقتی داشتم نامش یادداشت میکردم و سنش، کیف کردم، چشمشم زدم. الان 4-4 برابر در تیم شهرداری گنبد. همه اهل گنبدن به جز سامان فائزی از تهران و امیر قربانی از ارومیه، ما بقیه همه اهل گنبد. تیم کاملا بومی شهرداری و تیم بسیار جوان که در موردش صحبت خواهم کرد. سینا نیکپور به تور زد، 5-4 به سود شهرداری گنبد. فرهاد قائمی هم که در بازی فعلا نیست. مارتین تکاور، سرعت زن تیم شهرداری گنبد. تکاور کدام منطقه؟ به منطقه 6 جایی که حضرت‌پور. داوودی پور تک دست، حاجی پور، داوودی پور برای رادوسلاو پاراپانو، و توپی که در منطقه 5 فرود میاد و امتیاز برابر 5 رو روی تابلو به ثبت میرسونه. یه سلام ویژه داشته باشم خدمت همه مردم عزیز گنبد که تیمشون در این فصل از رقابت‌ها جایگاهی که اونها دوست دارن رو نداره، و امیدوارم در فصل آینده با برنامه‌ریزی بهتر و حمایت بیشتر، شهرداری گنبد جزء تیم‌های بالانشین جدول باشه و ما هم از والیبال قاعدتا بیشتر لذت می‌بریم. شهرداری گنبد و شهرداری ارومیه باید بهتر از این حمایت بشن. 6-5 شهرداری گنبد. عبدالحمید چوگان، حاجی پور در اول انجام میده، حضرت پور در حکم پاسور برای خود حاجی پور، و توپ جمع جور میشه. چوگان یه پاس پشت سر برای میکایل تاجر، و موفق میکایل تاجر، کاپیتان تیم شهرداری گنبد. مجددن عبدالحمید چوگان در خط سرویس، همین چهره، سرویس ساده و راحت. حاجی پور، داوودی پور برای سینا نیکپور، یک پایپ بی‌نظیر از سینا نیکپور. داوودی پور نرم، چوگان یه پاس خوب، و امتیازی که امیر قربانی
به دست آورد، اما قاضی اول اندیدار رد کرد و امتیاز به شهداب داد. آقای مهدی نویدی نو داور اول اندیدار رأیشو چرخون و امتیاز به شهداب داد. داودی پور 7-7 برابر در دست اول و سرویسی که پسر گنبدی یزدی ها میزنه. داودی پور در مقابل تیم شهر خودش وایساده و واقعا هم پسر خوب و دوست داشتنی و با استعدادی هست و ما یزدی ها که از حضورش داریم در تیممون لذت میبریم. 8-7 و حالا امیر قربانی در منطقه سرویس آماده زدن سرویسه. پسری اهل ارومیه، حاجی پور، داودی پور برای سینا نیکپور، باز هم پایپ، باز هم موفق. 8-8 برابر. حاجی پور بازیکنی که در نیم فصل دوم به شهدابیا رسید و نیم فصل اول رو در گیتی پسند به سر برد، بازی کمتر بهش رسید اما در شهداب حال روزش بهتره. به نام حاجی پور سرویسش با اخلافی بسیار اندک به بیرون رفت و خودش هم احساس کرد که توپش داخله. یه بازیکن جوان دیگه، محمد یاسین کم، 19 ساله است، اهل گنبد، در افتواز حضرت پور برای رضا بدینی. یه پاس سرعتی که داودی پور ساخت و آبدینی هم عدد 9 برابر رو روی تابلو ثبت کرد. 9 برابر رضا آبدینی با سیمایی کاملا مشخص در تصویر. رضا سرویس خوش زد به لبه تور خورد. چوگان یه پاس سرعتی برای متین تکاور و توپی که بیرون رفت و امتیازش برای شهدابی هاست. 10-9 بازی بسیار بسیار نزدیک بوده. رضا بدینی با آرامش کامل سرویس خوش میزنه به تور. اسخایی هم کرد، جاش هم داد به حضرت پور و لیبرو شهدابیان به بازی برگشت. محمد رضا حضرت پور که واقعا در دو سه بازی گذشته که من بازی گزارش کردم یعنی فوق‌العاده بود، بی‌نظیر بود. کاپیتان میکایل تاجر توپش به تور میخوره. سرویس برای شهداب و رادوسلاو پاراپانوف. چوگان پاس برای سقلی که سقلی موفق کارش را انجام داد. تیمی متشکل از با تجربه ها و یک نسلی جوان. محمد حسین کم 19 ساله است، امید سقلی 17 ساله است، امیر قربانی 22 ساله، ارسلان یلمه 23 ساله، رامین مخدومی 23 ساله. و بریم برای زدن سرویس. امید سقلی جانم به این سرویس. داودی پور، سینا نیکپور و امتیاز برای شهداب. امتیاز برای شهداب است. 12-11 سرویس سقلی محشر بود، واقعا سرعت تو بالا بود. این طرف سینا نیکپور 11 یزدی ها، پسر 21 ساله شهداب. سینا نرم چوگان برای امیر قربانی و امیر موفق. امیر قربانی امتیاز 12 و برابر رو روی تابلو به ثبت رسونده. 12-12 دست اول هفته 23 شهداب شهرداری گنبد
شهداب یزد، تیمی که دوم جدول و شهرده گنبد در جایی هست که جایگاهش واقعا اینجا نیست، رتبه 13 جدول رو داره تا پایان هفته 22. امیدوارم که مسئولان شهر گنبد بیشتر به این تیم برسن، واقعا شهرداری گنبد دوست داشتنیه. متین تکاور در افتاد اول از حاجی پور، داوودی پور یه پاس پشت سر بی نظیر برای رادوسلا پاراپانوف، توپ هنوز هست دیگه عمرن بتونید رد کنید آقای محمد یاسین کم. 13-13 لیبرو تیم شهرداری هم به بازی بر میگرده. رامین مخدومی سفید پوش میدان، ولیزاده در هفته اول از انجام میشه، قربانی باز هم موفق، امیر قربانی توپش به امتیاز تبدیل شد. 14-13 عبدالحمید چوگان، سینا نیکپور، داوودی پور با ساعد برای حاجی پور، توپ جمع میشه توسط سینا نیکپور، حالا رادوسلاو پاراپانوف دفاع شد و امتیازش برای شهدابه. زیر تورم یه صحبت ریزی داشت رادو با قربانی که داور گفت امتیازش رو من دادم، یه صحبت ریزی هم انجام میده با رادو آقای نویدینو و سرویسی که باید این چهره ایلشن داوودی پور باید بزنه. داوودی پور نرم به منطقه یک، چوگان یه پاس سرعتی بریده که موفق نبود، حضرت پور در حکم پاسور، حاجی پور و چه امتیاز راحتی گرفت حاجی پور. دفاع لب تور شهرداری اشتباه بزرگ انجام داد، بین دو دست توب رد شد و امتیاز 15 برای شهداب به ثبت رسید. وقت اصلاحات فنی برای شهرداری گنبد، یک امتیاز اختلاف و آقای حبیب کوزلی این وقت اصلاحات فنی رو گرفت و با شاگردان خودش صحبت میکنه. دستیارشون آقای عبدالله آذر هستن و این طرف محمدرضا تونروان با آقای نجاتی و مشتبه عطار و آقای حسن محفوظی و رامین تاجدینی با شهدابی ها صحبت کردن. 30 به پایان رسید و هر دو تیم باید به زمین برگردن. شهداب در قاب نه در نوع خودش حضور داره و حالا تیم شهرداری هم به زمین خودش میاد. داوودی پور آماده زدن سرویس، آقای نویدینو اجازه این کار رو الان بهش میده. داوودی پور کدام منطقه رو هدف قرار میده؟ منطقه یک در هفته اول، چوگان با ساعد، تو رچ و رادو با تیزوشی امتیاز رو به دست رو برد. دریافت خوب انجام نشد، پاسم با ساعد بود که اونم خوب نبود، تو رچ شد و رادو موفق. چوگان یه پاس سرعتی که دفاع جانانه رضا آبدینی امتیاز 17 رو به دست آورد. هفده 14 داوودی پور منطقه یک، چوگان یه پاس پشت سر برای قربانی، باز هم دفاع رضا آبدینی و حاجی پور لب تور غوغایی به پا کردن. امتیاز 18 و باز هم داوودی پور یه 5-6 سرویسی رو مداوم داره میزنه، همین چهره در مقابل تیم شهر خودش قرار گرفته داوودی پور، اما بی نظیر داره عمل میکنه. یه پاس پشت سر، توپ جمع جور میشه توسط حضرت پور، داوودی پور برای سینا نیکپور و توپی که
به امتیاز تبدیل شد. یک پایپ زیبای دیگه از سینا نیکپور، این سومین پایپیه که داوودی پور برای سینا نیکپور میسازه و امتیاز لازم رو به دست میاره. سینا و شهداب 19-14 اختلاف 5 امتیاز. اینم تصویر هواداران تیفوسی شهداب یزد، کسانی که در سرما و گرما همیشه همراه و همگام با شهداب یزد بودن و تیم خودشونو تشویق کردن. هر دو تیم به زمین بر میگردن و باز هم این چهره تکراری در خط سرویس در این 4-5 دقیقه بازی، داوودی پور 20 سال سنش و 1.90 سانتم قد و منطقه یک رو هدف قرار خواهد داد، شک نکنید، چون آقای تنروان ازش خواست. بریم برای سرویس این چهره که در منطقه یک فرود خواهد آمد. نه، منطقه 5. یه حرکت خاص انجام دادن، امتیازی که برای گنبد به دست اومد و 19-15. امیر قربانی 22 ساله از ارومیه، سرویس خوش زن حاجی پور، داوودی پور یه پاس سرعتی، توپ جمع شد توسط سینا نیکپور، داوودی پور، رادوسلاو پاراپانوف، توپ در جریان بازی هست، چوگان کدام بازی کن، یه پاس سرعتی برای شماره 6 شون یاسین کم، حضرت پور برای رادو توپ دفاع شده، امتیاز برای شهرداری گنبد. 19-16 اختلاف رو کم کردن، شد 3 امتیاز. در رفت و برگشتی که انجام شد شهرداری موفق بود. امیر قربانی، امیر منطقه 5، داوودی پور یه پاس سرعتی چقدر خوشگل به توپ ضربه زد آبدینی، یه توضیح هم به داوودی پور میده که چگونه پاسی رو برای من بساز. 20-16 و بهنام حاجی پور. بازیکن دریافت قدرتی تیم شهداب سرویس خوشو میزنه، چوگان یه پاس پشت سر و میکایل تاجر کاپیتان شهرداری امتیاز 17 رو به دست میاره. چپ دست این تیم، یه چپ دست بی نظیر و فوق‌العاده و البته دوست داشتنی داره شهرداری گنبد که منتظریم به بازی بیاد. فرهاد قائمی، توپ به بیرون میره با فاصله بسیار زیاد، سرویسی که محمد یاسین کم از دست داد. سالون آروم میشه برای زدن سرویس رضا آبدینی، منطقه 5، چوگان توپ رد شد و بهشم نرسید و باز هم تیزوشی رادوسلاو پاراپانوف دریافت های خوبی رو تا به اینجای کار بازیکن شهرداری نداشتن. 3-4 امتیاز رو فقط برای دریافت 100% اشتباه از دست دادن. 22-17 رضا آبدینی، بازم دریافت نچندان خوب، بازم رادوسلاو پاراپانوف. 23-17 نمیدونم چرا شهرداری، درسته تیم 13 جدوله، یه جوری داره بازی میکنه که احساس میکنه بازی میخواد زود تموم بشه. آبدینی دریافت اول از سقلی، یه پاس سرعتی تو جمع شد توسط حاجی پور، چقدر خوب این کار رو انجام داد. آبدینی در حکم پاسور، برای سینا نیکپور پاس خوب نبود، حالا داوودی پور پاسور میاد، این کار رو به خوبی انجام میده و یک دفاع جانانه از امیر سقلی، بازیکن 17 ساله تیم شهرداری. 23-18
کاپیتان میکائیل تاجر، یه سرویس خوب حضرت پور برای رادو، تو دفاعش حاجی پور، داودی پور رد میکنه فقط حاجی پور، چوگان برای میکائیل تاجر، توپ هنوز در جریان بازی هست، توپ به بیرون میره، امتیازش برای شهر داده 24-18 در دست اول. بازی جذاب و به اصطلاح دیوانه کننده والیبالی رو ندیدیم. 24-18 به لبه تور خورد. سقلی، حضرت پور، حاجی پور برای سینا نیکپور، چوگان برای سقلی و امتیاز پایانی در دست اول. 25-18 شهداب بازی رو پیروز میشه، 25-18 به سود شهدابی است.
بسیار عالی. دست دوم دیدار دو تیم شهدابی از و شهرداری گنبت و لحظات دیگر با سوت آقای مهدی نویدی نو آقا ساحت شد. یه تغییر در تیم شهرداری گنبت و فرهاد قائمی شماره 5 این تیم بازیکن اسبق تیم ملی والیبال کشورمون، بازیکن ارزشمند والیبال کشورمون به بازی اومده. همین چهره فرهاد قائمی جانم به این سرویس، دیدم تنگ شد برای سرویس های فرهاد قائمی. سینا نیکپور، خود فرهاد در انتهای زمین، بیرون زمین توپ جمع میکنه. لیبرای تیم در حکم پاسور و توپی که خوب ساخته نشد و اولین امتیاز برای شهرداب به دست میاد. شهرداب یک، شهرداری گنبت صفر. شروع دست دوم با امتیاز شهرداب کار شروع شد. رضا آبدینی در خط سرویس، رضا آبدینی در هفته اول انجام شد. چوگان برای میکای تاجر که توپش جمع جور شد. حالا سینا نیکپور و امتیاز راحتی که بچه شهرداری به شهدابیا دادن روی آبشار این بازیکن سینا نیکپور. توپ ما بین دو دست بازیکن ها به بیرون رفت و امتیاز دوم برای شهداب به ثبت رسید. 2-0 دست دوم. باز هم رضا آبدینی به تور زد، توپش خیلی پایین بود و 2-1 میشه بازی. فرهاد قائمی با بازیکن ها صحبت میکنه. با تجربه، یادش بخیر اون تیم ملی فرهاد قائمی و امیر غفور و سعید معروف و چه بازیکنهای ارزشمندی داشتیم وریزاده، و بازیکنانی که مثل وریزاده الان در تیم ملی ما حضور دارن و امیدوارم بتونن راه گذشتگان رو به خوبی بدن. اما اگر دوستان ما در فدراسیون اجازه این کار رو بدن، سرمربی تیم ملی هم که مشخص شد آقای پائز که خودش هم باورش نمیشه که انتخابش کردن و همه شوکه شدیم بعد از انتخابشون، بعد از 4-5 ماه معطلی و مردم رو سر کار گذاشتن در نهایت رسیدن به آقای پائز. احساسم اینه که خدای پائز وقتی آقای مرادی بهش پیشنهاد شده شوکه شده، گفته که جدی میفرمایید من گزینه شما هستم بین این همه گزینه که شما مطرح کرده بودید، و خودش هم به نظرم هنوز شوکه. انقدر جالبه که وقتی آقای پائز ویدیو منتشر کرد که با مردم ایران صحبت کنه، اسمشو کامل خیلی هجی کرد و اعلام کرد، چون میدونست که هیچ کس نمیشناسه آقای پائز رو، و یه جورایی خودش رو معرفی کرد که مردم دقیقا تلفظ نامش رو بدونن. امیدوارم که به هر حال اتفاقات خوب برای والیبال ایران رقم بخوره. 4-2 شهداب پیش از شهرداری گنبت. داوودی پور برای سینا نیکپور، تو جمع جور میشه توسط قائمی به خوبی. مخدومی در حکم پاسور، حالا داوودی پور، ولیزاده، توپ هنوز در جریان بازی هست. ولیزاده در حکم پاسور، راد توپ فقط باید رد کنه. فرد قائمی، چوگان برای 77 دانشور و موفق، آدریس دانشور 34 بازیکن در قدرتی تیم شهرداری گنبت. 4-3. امیدوارم دست دوم بازی پایاپای رو ببینیم که از والیبال بتونیم بیشتر لذت ببریم، اختلاف ایجاد نشه. تاج سرویس خوش زد داوودی پور، سینا نیکپور توپ رو جمع و جور کردن بازیکنان شهرداری با مخدومی، اما در ادامه ناکام موندن. 5-3 تصویر سر رو ببینیم. مخدومی اینجا هر جوری بود توپ رو اوورد، دانشور دفاع شد و امتیاز پنجم برای شهدابی از 5-3. سینا، اوه اوه اوه، توپش خیلی بیرون بود. 5-4. دانشور، آدریس، یه سرویس خوب، داوودی پور برای رادو، دفاع شهرداری
فرهاد قائمی. اینجا ببینیم دنبال کردن توپ و فرهاد قائمی به همراه مجین تکاور امتیاز برابر 5 رو روی تابلو به ثبت رسوندن. 5-5 در دست دوم، سرویسی که با اختلاف به بیرون زد آدریس دانشور. محمد ولیزاده سرویسش سخت کرد کار برای دانشور، در ادامه برای تاجر. حالا رادو جریمه سنگین برای شهرداری گنبد با این آبشار. کشیده محکم رادو به توپ برای امتیاز هفتم برای شهدابی از 7-5. محمد ولیزاده پسر ارومیه شهدابی ها، یه سرویس خوب چوگان برای تاجر و امتیاز لازم رو به دست آورد. ببین تصویه سر رو، توپی که خیلی ساده بود، ولیزاده رفت اما نتونست توپ رو در جریان بازی نگه داره و شیجه خوش زد، تلاش کرد اما 7-6 شد بازی به سود بازم شهداب. متین تکاور 34 ساله، سرعتی زن تیم شهرداری گنبد. داودی پور یه پاس سرعتی و رضا آبدینی کارو در آورد. 8-6. ببینیم اینجا پاس اجرای بر رضا مهیا نبود اما تیزهوشی رضا آبدینی امتیاز هشتم رو به ثبت رسوند. 8-6 و این چهره داودی پور. یه سرویس خوب و هدفمند چوگان برای فرهاد قائمی. جانم فرهاد قائمی، ای کاش اون نسل والیبال ما برای یک ماه هم که شده برمیگشت، ما به المپیک میرفتیم با ولاسکو دوست داشتنیمون و اتفاقات رنگی رقم میخورد. داوودی پور برای رضا بدین، توپ جمع میشه، هنوز توپ در جریان بازی هست. فرهاد قائمی، حضرت پور، داوودی پور، حالا برای سینا نیک پور. پای پیک دفاع شد، چه دفاعی کردن حاجی پور و فرهاد قائمی به مخدومی میگه این توپ باید میووردی، یه جورایی توپش رو شکل کاسه که دستش شکل کاسه کرد و توپ مون تو دستش. 9-7 اختلاف دو امتیاز دست دوم و حاجی پور. بهنام یه سرویس خوب، چوگان یه پایپ برای دانشور و موفق. آدریس دانشور ببینیم اینجا پشت خط یک سوم، آدریس از زمین پا شد و امتیاز هشتم رو به خوبی برای شهرده به دست آورد. جانم به به فرهاد قائمی در خط سرویس، ولی اون استایل همیشگیشو نداره، واقعا دل اون تن شده. فرهاد قائمی جانم به این سرویس، چقدر خوبی فرهاد. تکاور دانشور، تکاور و امتیازی که برای شهرداری به دست اومد. واقعا دوست دارم برم به قائمی بگم که لطفاً استایل همیشگی خودت داشته باش، ما کیف کنیم. فرهاد قائمی یادش بخیر، زمانی که در تیم ملی سرویس بهش می‌رسید خیالم راحت بود، تن و بدن تیم حریف می‌لرزید برای سرویس‌های فرهاد قائمی. فرهاد قائمی تو بهش بیرون رفت ولی سرعت بالایی داشت. ده 9 یک امتیاز اختلاف به سود شهداب. شهداب یزد، شهرداری گنبد، هفته 23. رضا آبدینی موفق، سرویس
رضا با امتیاز مستقیم همراه بود. 11-9. و باز هم رضا آبدینی این بار دیگه خراب کرد و دومین توپیه که رضا به تور میزنه. حضرت‌پور به بازی میاد. سامان فائزی هم به زمین اومده و سرویس خوشو میزنه. سامان داودی پور برای ولیزاده و امتیاز برای شهداب. دفاع شد اما موفقیت آمیز نبود. اینجا سینا نیکپور برای داودی پور و در ادامه ولیزاده و امتیاز 12 برای شهدابی است. 12-10. رادو بیرونه. چقدر سرویس خراب کردن در این بازی هر دو تیم. فکر میکنم دو رقمی که بعد شده قطعا شده. 12-11. میکایل تاجر، کاپیتان میکایل، توپش به بیرون رفت. مرحبا، خیلی سرویس خراب کردید. 13-11. بعضی سرویس هم اختلافش مثلا یه توپ و دو توپ نیست، یه زمین 9-9. سینا نیکپور طرف اول از دانشور، چوگان برای خود دانشور و توپی که در منطقه 6 شهداب فرود اومد. 13-12. اختلاف کمه اما بازی قشنگی رو به نظرم ندیدیم، یا شاید جو ورزشگاه اونطوری نبوده که ما رو به شور حال بیشتری وادار کنه. ولیزاده دریافتش خوب نبود و به توپ نرسید. 13-13 برابر در دست دوم. دانشور، سینا نیکپور، داودی پور برای رادو. موفق رادوسلاو پاراپانو و فرد قائمی توقع داره که بعد از این توپ باید توپو می آوردن. اینجا فرد قائمی اومد، اینجا توقع داشت که توپو باید می آوردن. در تصویرم مشخص بود. 14-13. ولیزاده محمد، چوگان برای تکاور و دفاع آجیپوری که فایده نداشت مقابل این چهره. چپ دست شهرداری گنبد ببینید. چوگان ساخت، تکاورم ببخشید میکاره تاجرم به خوبی نواخت. حالا متین تکاور، آجیپور، داودی پور برای رادو. میکایل تاجر موفق نبود. 15-14. ببینیم اینجا تکاور ساخت. میکایل تاجر اینگونه دفاع شد. 15-14. داودی پور دریافت اول انجام شد و هنوز توپ در جریان بازی هست. با ساید برای فرد قائمی با تجربه، رادوسلاو پاراپانوف برای آجیپور. توپ جمع میشه. مخدومی، فرهاد قائمی، حضرت‌پور، داودی پور، حالا رادو و امتیاز برای شهدار. در رفت و برگشت چند باره شهداب امتیازو به دست آورد. 16-14 رادوسلاو پاراپانوف، بازیکن بلغاری تیم شهداب. وقت استراحت فنی گرفته شد برای شهرداری گنبد، هم یه استراحتی باشه و هم صحبتی باشه برای بازیکنان تا بتونن
برگردن دست دومه و اگر شهرداری دست دوم واگذار کنه کار سخت میشه برای این تیم، چون برگشتن مقابل شهداب اونم در زمین خودش کار هر تیمی نیست. 16-14 دو تیم به قاب 9 در 9 خودشون بر میگردن. آقای نویدینو داور اول این دیدار اجازه زدن سرویس رو به این چهره داودی پور داد. داودی پور به تور، خیلی سرویس خراب کردن. من فکر میکنم یه 14-15 امتیاز هر دو تیم سرویس از دست دادن. شیرین 16-15 و سرویسی که عبدالحمید چوگان 40 ساله پاسور اول تیم شهرداری گنبد قراره بنوازه. داودی پور برای سینا نیکبور، چقدر خوشگل از زمین پا میشه و پایپ میزنه. ببینی اصلا شکل و حالتش خوشگله. ببینیم داودی پور جانم به سینا نیکبور. توپی که در منطقه 5 حدودن بین 5 و 6 فرود اومد. 17-15 بهنام حاجی پور در افتاوز دانشور چوگان برای فرهاد قائمی و توپی که در منطقه 1 فرود اوورد. فرهاد قائمی 17-16 فرهاد قائمی فرهاد قائمی فرهاد قائمی نرم حاجی پور داودی پور برزا آبدینی. دیگه این کار شدنی نیست آقای آبدینی دانشور و امتیازی که شهرداری به دست میاره. 17-17 تصویر سر رو ببینیم. دانشور اینجا لمس کرد توپ دست بازیکن شهرداب رو و امتیاز برابر روی تابلو به ثبت رسید. 17-17 برابر. فرهاد قائمی در خط سرویس. جانم به فرهاد قائمی، تیمش خراب شد. ایف حالا رضا آبدینی در خط سرویس. 18-17 رضا آبدینی 19 ساله است رضا آبدینی و تاجر امتیاز برابر رو به دست آورد. 18-18 بازی در دست دوم پایا پای داره پیش میره و امیدوارم همینطور ادامه پیدا کنه و والیبال جذاب تر بشه. قربانی هم به زمین میاد. امیر قربانی شماره 19 تیم شهرداری گنبد این بازیکن، بازیکن دریافت قدرتی تیم شهرداری گنبد، آماده زدن سرویس به منطقه 6 داودی پور برای سینا نیکپور. با تمام وجودش به توپ شلاق زد و امتیاز لازم رو به دست آورد. 19-18 تصاویر رو من ندیدم، حواسم نبود ببینیم پاش رد شده نه. ممنون از کارگردان خوبم آقای سلیمی، پاش رد شده یا نه سینا اینجا. بله حق با آقای تاجره، حق با آقای تاجر بود. 19-18 رضایی هم برای شهداب به بازی اومده، بازیکنی که وقتی بازی میاد خودش بمب انرژیه، کلن خود تیم خودشون رو دو سه امتیاز جلو میندازه از لحاظ روحیه و این خیلی این بازیکن تاثیرگذاره. رضایی قائمی در اول انجام داد. دانشور توپ
با سینا نیکبول بر میگرده به جریان بازی، بازم چوگان، بازم دانشور، دفاع دفاع جانانه شهدابیا لب تور امتیاز 20 رو به دست آورد. اینجا ببین چوگان ساخت، دانشور با داوودی پور جوان 20-18. و باز هم رضا رضایی 20 یزدی ها پسر خوش اخلاق و توامند تیم شهداب رضا رضایی کدام منطقه؟ نرم به منطقه 6 که قائمی حضور داره. دانشور باز هم دفاع شد اما امتیازش برای شهداب و تلاش رضا رضایی که نتونست کمکی به شهداب بکنه. اینجا رضایی خوش پرتاب کرد اما به توپ نرسید. 19 برای شهرداری گنبد و 20 برای شهداب یزد. یک امتیاز اختلاف. دست دوم کاپیتان سرویس خوش زد. داوودی پور برای کدام بازیکن؟ برای سینا نیکبور. توپش به بیرون رفت و امتیاز 20 روی تابلو به ثبت رسید. دست دوم همه چیز برابر شد. اینجا برابر شد 20-20 مساوی. دست دوم هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر والیبال و این هم نمای کامل از زمین بازی و سالن اختصاصی شهداب و اینجا هم بازیکن شهدابی از دو کادر فنیشون آقای محفوظی، آقای تندروان و آقای عطار و دیگر دوستان. این طرف هم تیم شهرداری گنبد آقای عبدالله آذر صحبت میکنه و همچنین خود آقای کوزلی و تیم شهرداری هم به بازی میاد. سرویس با کاپیتان گنبدی ها میکائیل تاجر 39 ساله پشت خط زن تیم شهرداری در خط سرویس قرار داره. کدام منطقه رو هدف قرار میده؟ منطقه بیرون زمین. قصدش منطقه یک بود اما توپش به بیرون رفت. 21-20 تعویض های انجام میشه در هر دو تیم. این طرف سعید جواهری به بازی میاد و شهرداری هم که ابراهیم بزمونه به بازی از بازی خارج میشه، به جاش چوگان پاس اول این تیم وارد زمین میشه. سرویس با این چهره سعید جواهری. سعید در طرف اول با دانشور توپ نرسی، کار سخت شد. رادوسلا پاراپانوف، داوودی پور به نام حاجی پور و امتیاز هوشمندانه بهنام و عدد 22 که به ثبت رسید. اینجا ببینیم خیلی نرم به توپ ضربه زد و توپ جلوی پای قائمی فرود اومد و امتیاز 22 برای شهداب. وقت ساعت فنی دوم رو شهرداری گنبد میگیره. 2 امتیاز اختلاف و میخوان جلوی این اختلاف رو بگیرن تا بتونن به بازی کامل برگردن. فراد قائمی هم رفت پیش آنالیزور تیم شهرداری، یه نکته گفت و یه نکته شنید و به زمین بازگشت. شهدابیان به زمین باید برگردن و حاجی پور و داوودی پور و حضرت پور و اینها وارد زمین شدن. همه چی مهیای ادامه بازی در دست دومه. سعید جواهری، جواهر تیم شهدابی است. بی نظیر سعید جواهری. نیفصل اول نبود اما نیفصل دوم برگشت به خونه خودش و عمل کردش هم خوب بود و خیلی هم به تیم شهداب تا به اینجای کار در نیفصل دوم کمک کرده. تعویزم میشه و سینا نیکبول برمیگرده به بازی و سعید جواهری هم میره برای استراحت. 22-21
دانشور. دانشور سرویس خوش زد، به خوبی هم این کار انجام داد. رادوسلاو پاراپانوف مقدومی توپ رو بر میگردونه. دانشور حالا باید این کار رو انجام بده. توپ بیرون هست یا نیست؟ حضرت پور، داوودی پور، رادوسلاو پاراپانوف، رادوسلاو پاراپانوف و مخدومی که نتونست مقاومت کنه مقابل این توپ. 23-21 به سود شهداب. محمد ولیزاده سرویس خوش زد، مخدومی، چاگان، برای کدام بازیکن؟ تاجر، داوودی پور، آبدینی در حکم پاسور برای حاجی پور. خوب نبود و جانم به توی آقای داوودی پور. بنام حاجی پور چه حرکتی زد، اگر حرکت بنام حاجی پور هم ببینیم قشنگ بود، اگر البته تصویرش گرفته شده باشه خیلی خوب بود. اینجا قد شد محمد ولیزاده. 24-21 محمد ولیزاده بیرون میزن. 24-22 سرویس برای شهرداری گنبد، حساس، تکاور. حاجی پور کاری سخت شد. رادوسلاو پاراپانو برای بهنام حاجی پور، انتهای زمین و هدف قرار داد که تو بیرون رفت با اخلاق بسیار اندک. سخت شد. 24-23 ببینیم اینجا یه جوی هدفمند میخواست به توپ ضربه بزنه که این کار انجام داد اما با بدشانسی همراه شد. 24-23 وقت استارت فنی برای تیم شهرداری یزد. دو تیم با استراتی کوتاه و شنیدن صحبت‌های مربیان خودشون به بازی برخواهند گشت. شهرداری‌ها که داخل زمینن، حالا فراد قائمی اولین بازیکنیه که به زمین بر می‌گرده از تیم شهرداری گنبد. سرویس با شماره 20 متین تکاور، 34 ساله، سرعتی زن تیم شهرداری. متین تکاور، متین کدام منطقه؟ منطقه 6. سینانیک پور، داوودی پور برای آبدینی و تمام. 25-23 به سود شهرداب. دست دوم بازی بهتر و جذابتر دیدیم از هر دو تیم اما در نهایت شهرداب بود که دست دوم رو هم مالک شد. 25-23 تصویر هواداران شهرداب رو در تماشا میکنید. یک مراسم تجلیل هم خواهیم داشت. بله، یک مراسم تجلیل خواهیم داشت توسط باشگاه فرهنگ ورزشی شهرداب یزد که ثابت کرده در تمام عرصه ها بی نظیر عمل میکنه، تمام عرصه ها رو به معنای واقعی کلمه معنا کرده و امروز تجلیل و تقدیر از بازیکنان پر افتخار فوتبال ساحلی ایران. تا لحظاتی دیگر مراسم برگزار خواهد شد و چقدر تیم فوتبال ساحلیمون حالمون رو خوب کرد، چقدر این تیم دوست داشتنیه، چقدر این تیم محبوبه، چقدر این تیم حال مردم رو خوب کرد. بازیکنان غیور فوتبال ساحلی ایران، بازیکنان دوست داشتنی فوتبال ساحلی ایران، بازیکنان دوست داشتنی مردم ایران که با تمام وجودشون این تیم رو دوست داشتن.
به به تصاویر هواداران رو میبینید، اما دارن بازیکنان میان به سمت به به محمد علی مختاری، سومین گلزن جام جهانی، همین بازیکنی که در تصویر مشاهده میکنید، محمد علی مختاری، مختار فوتبال ساحلی جهان که بی نظیر خوش اخلاق. من به به حمید آقای بهزادپور عزیز، عقاب ایران و جهان، و سید مهدی میرجلیلی، دیگر عقاب فوتبال ساحلی ایران، آسیا و جهان. لذت ببرید. ممنونیم از باشگاه فرهنگ ورزشی شهرداب یزد. چقدر این کارها قشنگه، چقدر خوبه که به فکر باشیم. درسته اینجا باشگاه شهرداب فقط والیبال اجرایی، اما حواسش به همه جا هست. من جملاتی رو در مورد بازیکنان تیم ملی بذارید اجازه بدید بگم. مردان بی ادعا و بی حواله اما پر افتخار فوتبال ساحلی ایران، بازیکنان با غیرت و با شرف، با اصالت و با صداقت فوتبال ساحلی ایران، تیم ملی که خیلی دوست داشتنی تر از تیم فوتبال ما بوده و هست، تیمی که هیچگاه منت بر سر مردم نگذاشت، هرگز فرق فروشی نکرد، همیشه با سری پایین و با تواضع کامل برای مردم و پرچم کشور ایران جنگید. بازیکنانی که در کنار دغدغه فوتبالی خودشون، در کنار دغدغه تمرینات و مسابقات به فکر مردم بودن و صدای مردم ایران بودن. بازیکنان دوست داشتنی، سه تا از این عزیزان امروز اینجا هستند و ما بقیه این بزرگوارا، اون نه نفر دوست داشتنی هم که ما یادمون هست که چقدر برای مردم زحمت کشیدن. بازی مقابل برزیل و اون غم بعد از بازی قلب مردم شکست و مردم میدونستن که این بازیکنها با تمام وجودشون جنگیدن. پا به رهنه های با آبروی فوتبال ایران، مردانی که قابل قیاس نیستن با هیچ فوتبال دیگه، و بگذاریم که چقدر قدر اونها رو نمیدونن مسئولین، مردم که قدردان اونها هستن. اما اینکه سید مهدی میرجلیلی، همین بازیکنی که سمت هوادارا میره، وقتی میگه قرارداد من 300 میلیون، آدم بغضش میگیره. بازیکنی که حواله خودش 100 میلیارده اصلا قابل قیاس نیست با غیرت و تعصب این بازیکن و بازیکنانی همچون سید مهدی میرجلیلی. دم باشگاه شهرداب گرم، خیلی حالمون رو خوب کرد، دمشون گرم. و مردم قدرشناس ایران، مردم قدرشناس شهر جهانی یزد، بله، ممنون از باشگاه خوب شهرداب. اما بریم سراغ دست سوم دیدار دو تیم شهرداب یزد و شهرداری گنبد. دو صفر سود شهرداب. دست سوم تا لحظاتی دیگر با سرویس بهنام حاجی پور آغاز خواهد شد. همه آماده، همه منتظر برای سوت آقای نویدینو، داور اول این دیدار. داور دوم آقای مرتضی حسن علایی هم آماده است که هماهنگ بشه با داور اول. سوت دست سوم هم به صدا در اومد. بهنام حاجی پور به تور زد. یک صفر شهرداری و فرهاد قائمی. سامان فائزی از ابتدای دست سوم به بازی اومده. رادوسلاو پاراپانوف، توپ جمع و جور میشه توسط بزمونه، تاجر، رادو، داودی پور با ساید برای سینانیک پور، توپ دفاع شده. امتیاز دوم برای شهرداری گنبد. دو صرف سود شهرداری. تصویر اصلا رو ببینیم اینجا از این زاویه. سینانیک پور، توپ نرم او دفاع شد با سه مدافع.
سامان فائزی، داودی پور، رادوسلاو پاراپانو، فرد قایمی توپ رو برگردون به جریان بازی، تاجر توپ دفاع شد اما توپ پشت تور فرود مد. امتیاز سوم برای شهرداری گنبد، 3-0 و برای اولین بار شهرداری از شهدار با این اختلاف پیش افتاده، اونم در دست سوم 3-0. آیا ادامه خواهد داشت سرویسای فائزی یا نه؟ آبدینی، بله هنوز ادامه خواهد داشت. فرهاد قائمی رو در تصویر مشاهده کردید، به یک بار 4 امتیاز تیم شهدار عقب افتاده، وقت استراحت فنی رو گرفت آقای تون روان و داره میگه چیکار میگه، کاملا زبان بدنش مشخصه، میگه چیکار دارید میگه، حاجی پورم میگه هیچی نگفت، واقعا دستاش هنوز تو همون حالته، خجالت بکشید، یه چیزایی تو این مایره صحبت میکنه، حالا بیخیال شد آقایه تون روان، گفت برید به جنگی کار در بیارید، خیلی ناراحته، کاملا مشخصه از آقای تون روان. 4-0 دست سوم، هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران، شهداب شهرداری گنبد و باز هم سامان فائزی سرویسن پرتکرار این دستا به این لحظه که قراره هنوزم سرویس بزنه و خوشحالی فرهاد قائمی و رفقاش آجی پورت بیگه شاید برای حضرت پورم میتونست باشه، اومد و امتیاز پنجم رو تقدیم کرد. بریم برای سرویس سامان فائزی، بازم خوب زد داوودی پور برای سینا نیکپور و باز هم دفاع و باز هم امتیاز برای شهرداری. دارن چیکار میکنن بازیکنان شهرداری با شهدابی ها؟ 6-0 پیش میفته این تیم. دفاع شد سینا نیکپور مقابل تاجر و محمد یاسین کم، باز هم سامان فائزی پسر تهرانی این تیم، سرعتی زن تیم شهرداری گنبد، بازم سرویس نرم، حاجی پور، داودی پور، رادوسلا پاراپانو، توپ جمع جور میشه توسط بازیکن تیم شهرداری، کار سخش لبه تور و امتیاز برای شهرداب. دانشور واقعا توپش افتضاح بود، افتضاح ترین توپ ممکن رو خواست بسازه برای کاپیتان تاجر که در ادامه هم تاجر بهش گفت آخه این چه توپیه پسر. 6-1 اختلاف، 5 امتیاز، سرویس با رضا بدینی، آبدینی اعتراض هواداران به صحبت‌های کاپیتان گنبدی‌ها با داور اول این دیدار آقای نویدینو، میگه برو میخوام بازی رو شروع کنیم، نمیره. خب بازی باید آغاز بشه، آقای نویدینو همین چهره تحت فشار کاپیتان تیم شهرداری قرار گرفته، رضا آبدینی در خوب نبود و وریزاده جریمه‌شو کرد. باز هم داستان دو دست قبلی، دریافت های نچندان خوب از بازیکنان شهرداری و جریمه شدن توسط شهدابی ها. اختلاف کمتر شد، 4 امتیاز، 6-2 و رضا آبدینی، قائمی، دانشور، دفاع شد، دفاع جانانه لب تور ولیزاده و رادوسلاو پاراپانوف. ببینیم اینجا بزمونه در حکم پاسور، وقت استراحت فنی رو گرفت آقای کوزلی، اختلاف 3 امتیاز شد، رفت که جلوگیری کنه از روند امتیاز گیری شهدابی ها. 6-3 همچنان
مردم خونگرم استان یزد از ملی پوشان فوتبال ساحلی دارن حمایت میکنن، تشویقش میکنن. رضا بدینی در هفته اول بزمونه برای تاجر و موفق کاپیتان میکائیل تاجر، 7-3. ببینیم اینجا بزمونه ساخت پاس پشت سر و کاپیتانی که امتیاز هفتم رو به روی تابلو به ثبت رسون، 7-3. و خودش هم اومد برای سرویس. میکائیل یه سرویس خوب، داوودی پور برای سعید جواهری توانا، ابتدای منطقه 5 تو فرود اومد. ببینیم اینجا از منطقه 4 به منطقه 5، 7-4 اختلاف 3 امتیاز. احساسم اینه که این دست جذابتر از دو دست قبله. رادو یه سرویس خوب و جانانه، دانشور، حضرت پور، توانا برای نه داوودی پور، توپ هنوز در جریان بازی هست. سعید جواهری، جواهر شهدابی ها، همین بازی کن دوست داشتنیه، این بازی کن. ببینیم در شرایطی کاملا نامطلوب چقدر خوبی تو آیه سعید جواهری. 7-5 اختلاف کم و کمتر شد، 2 امتیاز. رادو تو به بیرون میره، 8-5. دانشور، ولیزاده، داوودی پور برای رادوسلاو پاراپانوف، برای رادو بمب افکن شهدابیا. ببینیم رادوسلاو پاراپانوف سعید جواهری سعید جواهری سعید به تور زد. هر موقع اومدم یه تعریف تمجیدی کنم خراب کردن، نمیدونم چرا. 9-6 بیشتر اعصاب کارگردان تحت فشارم. 9-6 محمد یاسین کم، 19 ساله. محمد یاسین جانم به این سرویس. داوودی پور، حاجی پور و امتیاز هفتم برای تیم شهداب، 9-7. حاجی پور اینجا امتیاز هفتم رو به دست آورد، اختلاف رو به عدد 2 رسوند. محمد ولیزاده بزمونه فرهاد قائمی مگه میشه به این راحتی ها جلوی توپ این بازیکن وایسا؟ چپ دست خوش استایل والیبال ایران. بزمونه ساخت، فرهاد نواخت برای امتیاز دهم، 10-7. بزمونه سرویس خوش زد، داوودی پور، حالا رادو سلاو پاراپانوف، امتیاز هشتم، 10-8. جاتون خالیه، یه جوری حال و هوای هواداری دارن بازیکن شهداب که ما هم دوست داریم که اون طرف نشسته باشیم. داوودی پور بزمونه برای تاجر. میکائیل با تجربه اینجا عمل کرد، تصویر ببینیم کاملا مشخصه پاسی که بزمونه ساخت و خیلی با تجربه توپ رسون به دست رادو که توپ فقط بیرون بره و امتیاز بشه برای گنبدیا. به به فرهاد قائمی، جانم به این سرویس. به نام حاجی پور دفاع شد سعید جواهری، حالا داوودی پور، حالا رادوسلاو پاراپانوف، توپ بازم جمع میشه بزمونه برای میکائیل و دفاع لب تور رادوسلاو پاراپانوف، 11-9. اینجا
یه جایی فکر کنم به تور خورد یا شاید هم به ساید دست مستر رادو خورد. بریم بهنام آجیپور، بهنام جانم، به بهنام جانم، به این سرویس رادوسلاو پاراپانوف. توپ هنوز در جریان بازی هست. فرد قائمی، دانشور، خطا، خطا و آجیپوری که سرویسش خیلی خوب بود، اگر از ابتدا میدیدیم اون سرویس رو به سینه‌اش برخورد کرد. اینجا بهنام بازم توپ رو در جریان بازی نگه داشت و ناراحتیش هم دیدید که دوست داشت که این امتیاز برای شهداب باشه با اون سرویس بی‌نظیری که زد. 12-9 اختلاف 3 امتیاز به سود شهرداری. در افت اول از حاجی پور، داوودی پور بر رضا آبدینی و موفق و امتیاز برای شهرداب و اعتراض از گنبدی ها. ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای نویدی نور برای چندمین باره، درسته میگیم من تصمیم میگیرم، ولی برای چندمین باره که اشتباه اینجوری، و حالا هم که کارت زرد داره میده. ببینیم توپ خورد به لبه، تو داخل بود فکر میکنم، یه کارت زردم داد آقای نویدینو. وی آر وقتی نداریم یعنی همین، اگر وی آر بود که اعتراضی نبود، سری ویدیو چک میکردن، تکلیف روشن میشد. رضا بدینی در افت اول بزمونه یه پاس سرعتی داد، موفق نبود، و سعید جواره که توپش خیلی بالا گرفت. چقدر جالبه و بازم اعتراض شهدابی ها که تو برخورد کرده، اما نه. 13-10 یعنی هیچ بازی والیبالی نیست که ما در لیگ داشته باشیم اعتراض به داوری نباشه. همش هم برمیگرده به نبود وی آر، برمیگرده به بیکفایتی مسئولین ما در فدراسیون والیبال که اصلا بیخیالن. حالا هی هزاری بگو وی آر نداری، هی هزاری بگو که آقا پول داریم شما نمیخواین، اونا اصلا ترتیب اثر نمیدن. 13-10 بیرونه، توپ آقای کاپیتان میکایل تاجر به بیرون رفت. 13-11 اختلاف دو امتیاز. رضا رضایی با رادو جاشنو عوض میکنن. رضا رضایی اومد به زمین بازی و رفت برای زدن سرویس. رضا رضایی یه نگاه به وی آی پی ورزشگاه و آماده زدن سرویس. رضایی به منطقه 5 بزمونه برای کدام بازیکن، پاس سرعتی برای یاسین کم، توپ به لبه تور خورد. یه بار دیگه تصویر سر اگر داشته باشیم ممنون میشم. فکر کنم به لبه تور خورد و اعتراض شهدای من برای همینه. خیلی سخته تشخیص توپ. 14-11 خب زمینم خوش شد و همه چی مهیا برای ادامه رقابت دو تیم شهداب و شهرداری. دانشور، سعید جواری چه دریافت خوشگلی انجام داد. ببینیم دوباره، یک کلاس درس بود، یه دریافت خوشگل و نرم، توپ رسید به پاسور و اینجا مسلط خودش دریافت کرد، خودش پاس شد و امتیاز رو به دست آورد. 14-12 خودش هم برای زدن سرویس آماده شده. جواهر شهدابی ها، سعید جواهری. بزمونه برای کاپیتان و میکائیل تاجر. 15-12 این اختلاف سه امتیازه هنوز نتونستن جبران کنن که به حداقلش برسه شهدابیا، و مدام داره به دو امتیاز اختلاف و سه امتیاز اختلاف میرسه. 15
12 به سود شهرداری گنبد و محمد یاسین کم 19 ساله در خط سرویس به تور زد. پانزده سیزده حالا ولیزاده قرار سرویس بزن. محمد ولیزاده آماده و مهیا. ولیزاده به منطقه 6 بازمونه برای فرهاد قائمی. جانم به تو ای فرهاد قائمی، بخندی همیشه انشاءالله. خیلی برای والیبال ما زحمت کشیدی، برای حال خوب مردم، و ای کاش بیشتر قدر شما رو میدونستند. 16-13 حاجی پور، حضرت پور برای خود بهنام، خود حضرت پور اومد پشتش برای جمع کردن توپ. حاجی پور امتیاز برای شهردار. جایی که حضرت پور توپ رسون، خودش تصویر ببینید، اینجا نه، قبلش توپ رسون به حاجی پور. اینجا آماده است برای اینکه اگر توپ برگشتی بود سریع جمع جورش کنه. 16-14 اختلاف 2 امتیاز و داوودی پور در خط سرویس به منطقه 5 بازمونه برای فرهاد قائمی. دفاع شد و موفق. چه شد؟ اعتراض؟ چرا؟ تصویر آیسته رو داریم ببینیم. بله ممنونم از آقای سلیمی کارگردان عزیزمون. به سرش خورد میگن، میگن به سر قائمی خورده. تو تصویر خیلی سخت بود تشخیصش. لبخند فرهاد قائمی، فرهاد قائمی ای کاش با اون استایل خاص خودت سرویس میزدی. فرهاد جانم به سرویس فرهاد قائمی. رضا رضایی دفاع شد، دفاع تاجر. 18-14 احساس درد میکنه فرهاد قائمی، امیدواریم اتفاق خاصی نباشه. فرهاد قائمی ممنون از دوستان خوبم که تصاویر رو به موقع به ما میدن. فرهاد قائمی از ناحیه زانو، فکر میکنم که این شماره 4 مزاحم تصویر ماست. آقا هیچ جای دیگه نبود بشینی؟ ممنونم، پاشو. مرسی، پاشو. از ناحیه زانو فکر میکنم مشکل داره، احساس درد میکنه، امیدوارم چیز خاصی نباشه، چون میخوایم فرهاد قائمی بازی کنه، ما ببینیم و کیف کنیم و لذت ببریم. نه گویا رفت روی نیمکت. فرهاد قائمی ای بابا، دوست داشتیم بازیشو بیشتر ببینیم و لذت ببریم، امیدوارم اتفاق خاصی نباشه. امیدوارم اتفاق خاصی نباشه واقعا. خب تعویض باید صورت بگیره در تیم شهرداری و قربانی به بازی میاد. امیر قربانی 22 ساله به بازی میاد به جای فرهاد قائمی. هجده چارده اختلاف 4 امتیاز و امیر قربانی به جای فرهاد قائمی بازی اومده. در هفته اول داودی پور برای رضا بدینی، یه پاس سرعتی و یک شلیک سنگین از رضا بدینی. 18-15 اختلاف 3 امتیاز به نام حاجی پور. به نام حاجی پور دریافت اول انجام میشه. بازمونه برای دانشور، دفاع شد و توپ به بیرون رفت. رضا رضایی میگه رو خط بگذاریم. اینجا بازمونه ساخت، دانشور پا شد و دفاع شد، تو بیرونه. بله توپ خیلی بیرون بود. 19-15 سرویس برای شهرداری. آیا اختلاف به 5 امتیاز میرسه نه کمتر میشه؟
سعید جواهری زاویه غلیظ محشر و 19-16 تساویسته رو ببینیم و لذت ببریم. اینجا منطقه 4 به منطقه 4، مرز منطقه 4-5 توپ فرود اومد. 19-16 و باز هم رضا آبدینی به تور زد. چقدر آقای رضا آبدینی امروز سرویس به تور زدی، حتی فکر میکنم پنجمی یا ششمی بود. 20-16 آمار بازی اگر بیاد بیرون فکر میکنم نزدیک به یک دست، یعنی 25 امتیاز دوستان سرویس خراب کردن، خیلی سرویس خراب کردن. 20-16 کاپیتان داودی پور جانم، به به 20-17 تساویسته رو ببینیم. داودی پور اینجا کی قرار بود بزنه؟ بله ولیزاده. به به 20-17 رضا رضایی، اختلاف 3 امتیاز همچنان پا بر جاست. 20 متین تکاور به بازی میاد. همه چی آماده مهیا برای رضا رضایی برای زدن سرویسش. کدام منطقه؟ 5 یا 1؟ نه 6. بزمونه برای دانشور، دفاع شد. توپ هنوز در جریان بازی هست. ولیزاده، داودی پور برای سعید جواهری و امتیاز برای شهداب. حالا شد 20-18، حالا اختلاف شد 2 امتیاز. داودی پور و ادامه ماجرا. نزدیک به امتیاز پایانی، دست سوم، دو دست و شهرداری واگذار کرده. آیا میتونه در سالن اختصاصی شهداب در مقابل هواداراش بازی رو 2-1 کنه یا خیر؟ دریافت اول به سختی انجام شد. دانشور بیرون. دریافت خوب نداشته باشی محکوم به شکستی. 20-19 اختلاف 6 امتیازی و 5 امتیازی کم کمه کم و کمتر شد. حالا شده بازی 20-19. برم برای استراحت دو تیم. وقت استراحت فنی که گرگانی ها کنبدی ها گرفتن. اگر تصویر فرهاد قائمی رو داشته باشیم، دراز کشیده فرهاد قائمی، ببینیم حالش چطوره. بازی هم داره آغاز میشه. فرهاد قائمی دراز کشیده. با ممنونم از دوستان بی‌نظیرم. به به قشنگ خوابیده، پارو گذاشته بالا. امیدوارم که مسئولیت خاصی نباشه و بتونه تیمش رو همراهی کنه و در یک فضای کاملا خاص داره بازی رو نظاره میکنه. دوست داشتیم بیشتر بازیشو ببینیم و لذت ببریم، ولی حالا یه مصدومیت ریزی براش پیش اومد که انشالله زودی به زودی به بهبودی برسه. بریم دنبال بازی شهداب و شهرداری. رضا رضایی در افت اول، دانشور بزمونه، یه پاس پشت سر برای کاپیتان تاجر. و آقای رضا رضایی کجا بودی جلوی آقای بهنام حاجی پور؟ ببینیم اینجا توپ برای بهنام نبود، برای بهنام بود، عذر میخوام. حضرت بودم این از آتشی شد. 21-19 دریافت اول سعید جواهری. داودی پور برای سعید جواهری توانا. 21-20 آیا بازی برابر میشه یا خیر؟ میثم صالحی هم به بازی میاد. سعید جواهری اینجا امتیاز رو به دست آورد. تعویض در تیم شهداب انجام شد. بهنام حاجی پور از بازی خارج و میثم صالحی به بازی اومد و باید ببینیم که عملکرد میثم در پایان دست سوم چگونه خواهد بود. سعید جواهری یه سرویس خوب در افت اول، بزمونه برای شما 20شون و یک امتیاز خوب توسط متین تکاور
ببینیم تصویر آیستر رو دریافت خوب انجام شد، دریافت خوب داشته باشی، ابتکار عمل با شماست. و اینجا شهرداری به امتیاز 22 رسید. سامان فائزی در خط سرویسه. میثم سالی هم برگشت سر جای خودش و بهنام حاجی پور آماده دریافت شده. 22-20 دست سوم. ماچین تکاور حاجی پور، ولی زاده در انتهای منطقه 6 توپ فرود آورد. 22-21 به سود شهرداری گنبد. خود ولی زاده هم در منطقه سرویس حضور داره. محمد ولیزاده منطقه 5 بازمونه برای شماره 19 شون که موفق نبود قربانی. حالا کاپیتان تاجر سعید جواری چه توپی آورد، یکی توپ رد کنه فقط. حاجی پور این کار رو انجام داد. بازمونه برای قربانی و امتیازی که شهداب به دست آورد. تلاش بازیکن شهرداری نتونست ادامه دار باشه. اینجا ببینیم بازمونه، اینجا کار سخت شد و نتونستن توپ رو در جریان بازی نگه دارن. دست سوم شهداب شهرداری و همه چیز در این دست الان برابره در امتیاز 22-22. سالون آروم میشه برای سرویس ولیزاده. دریافت اول از دانشور. بازمونه یه پاس سرعتی برای سامان فائزی که سامان موفق عمل کرد. سامان فائزی پسر تهرانیه، تیم شهرداری گنبد. 23-22 حساس و حساس تر شد بازی. سعید جواهری، داوودی پور برای بهنام حاجی پور و امتیاز برای شهرداری گنبد. 24-22 و آقای محمدرضا تنروان وقت استارت فنی رو گرفت. آیا این وقت استارت فنی میتونه شهدا به بازی برگردونه؟ آیا دست سوم بازی برابر میشه یا نه قرار شهرداری این دست رو ببره و بازی رو به دست چهارم بکشونه؟ سرویس برای شهرداری 24-22. دریافت اول از حاجی پور، داوودی پور برای بهنام حاجی پور. توپ جمع و جور شد. بازمونه برای شما 19 قربانی، سعید جواهری، حالا آبدینی برای بهنام حاجی پور و امتیاز 23 برای شهداب و بهنام حاجی پور. 24-23 یه دونه امتیاز جبران شد. الان دریافت تیم شهرداری خیلی مهمه. دریافت خوب، خدا حفظ کنه آقای عطایی، ازش خوب یاد گرفتیم. دریافت خوب و در ادامه ببینیم. نه بله، امتیاز 25 برای شهرداری. 25-23 شهرداری شهداب رو دست سوم برد و بازی میشه 2-1 و آماده میشیم برای دست چهارم. استارت کوتاهی انجام میدیم، شما تصاویر آیسر رو ببینید و لذت ببرید. We'll be right back.
دست چهارمه بازی شهرداری و شهرداری گنبد و سرویسی که شهرداری گنبد انجام میده. سعید جواهری و اولین امتیاز برای شهرداب یزد. شهرداب دو دست رو پیروز شد اما دست سوم رو به یک بار از دست داد در ابتدای دست و شش امتیاز عقب افتاد. کم کم جبران کرد، به امتیاز برابر هم رسید اما در نهایت 25-23 بازی واگذار کرد. شایدم یکی از دلایلش اون مراسم تجلیل بود که یه خورده بچه‌ها سرد شدن و همین حالا اتفاقا برای شهرداری بوده، اینم رو باید بگیم. 2-0 به سود شهرداری است. رضا بدینی در منطقه سرویس، دریافت اول، بازمونه برای دانشور و امتیاز اول رو برای شهرداری به دست میاره. همین چهره شماره 77 تیم شهرداری گنبد، بازیکن دریافت قدرتی این تیم. 2-1 به سود شهرداب. حاجی پور داوودی، جانم به این آبشار از رضا رضایی و آفرین به رضا که دوباره خودش رو یه دلجویی هم کرد. این بازی کن من بوسه به توپ رو هنوز نفهمیدم که به توپ بوسه میزنی یعنی چی، یعنی قراره فرق کنه سرویسش چگونه خواهد بود. رضا رضایی کدام منطقه؟ به منطقه 5 مزمونه برای کاپیتان تاجر حضرت پور، حالا داوودی پور برای سعید جواهری و امتیاز سوم برای شهرداب یزد. 3-1 در دست چهارم در همین ابتدای کار. 4-1 تابلو 4-1، تصویر ما 3-1، حالا شد 4-1. بازم رضا رضایی، مضمونه دانشور، رضا رضایی، حالا داوودی پور برای سعید جواهری توانا و امتیاز پنجم برای تیم شهرداب. توپی که در منطقه 5 فرود آورد سعید جواهری و امتیاز پنجم رو برای شهرداب به دست آورد. 5-1 سرویس با رضا رضایی، شماره 20 شهردابی ها. پنج یک و رضا رضایی که سرویسش رو به منطقه 6 میفرسته. بازمونه یه پاس سرعتی حضرت بود، به به سعید جواهری. بازمونه مخدومی در حکم پاسور برای دانشور، بازم به توپ رسیدن رضا رضایی، سعید جواهری. این توپ سرنوشتش چه خواهد شد؟ داوودی پور، حضرت پور در حکم پاسور برای سعید جواهری، بازم توپ در جریان بازی حضرت پور، حاجی پور و امتیاز برای شهرداری گنبد. اینجا حضرت پور رد کرد و به نام حاجی پوری که جاش خالی بود و چقدر هوشمندانه این امتیاز رو گرفت میکائیل، همین بازیکن آقای میکائیل تاجر، کاپیتان تیم شهرداری، 39 سال از خداوند زمان گرفته برای زندگی کردن، 39 سال عمر با عزت و سرحال روپا و الانم کاپیتان تیم شهرداریه. بازیکن ارزشمند گنبدی که به تور زد. شش دو به سود شهرداب.
سالن آرامه برای سرویس سعید جواهری. بزمونه دانشور، دفاع جانانه لب تور ولیزاده و داوودی پور که سهم داوودی پور بیشتره. ببینیم اینجا، بله 7-2 به سود شهدار و وقت استارت فنی برای تیم شهرداری گنبد. آقای تورنوان با بازیکن خودش صحبت میکنه و آماده میشن برای ادامه رقابت. 7-2 سعید جواهری آماده است برای زدن سرویس خودش. تمرکز میکنه سعید جواهری و حالا مزمونه یه پاس سرعتی تو با حضرت پور. نه، حضرت پور کارش نگرفت و جریمه شدن و حضرت پور هم اسخایی کرد. یکی از دلایل این کار حضرت پور اختلاف امتیازی هست که به وجود اومده و احساسش این بود که کار در میاد که نشد و بلا فاصله هم اسخایی کرد. 7-3 7-4 باید باشه یا 7-3 نمیدونم، تابلو 7-3. حاجی پور، داوودی پور برای ولیزاده، یک ضربه چکشی سنگین. اینجا ببینیم ولیزاده با تمام وجودش به توپ ضربه زد، 8-3 کرد بازی رو. ولیزاده آماده ی زدن سرویس. خود محمد باز هم بیرون. سرویس های ریسکی لب خطی محمد ولیزاده که دومیش هم به بیرون رفت. هشت، چهار و امتیاز، چهار امتیاز. جواهری، داوودی پور برای رضا آبدینی و موفق. چندمین بار این کار رو تکرار کردن داوودی پور و رضا آبدینی و تمامی موارد به درستی انجام شده. 9-4 ایلشن داوودی پور، پسر 20 ساله گنبدی شهدابی‌ها، سرویسش رو زد. بازمونه پاس پشت سر که خوب نبود، تاجه فقط توپ رد کرد. داوودی پور باز هم پاس سرعتی، باز هم رضا بدینی، باز هم امتیاز برای شهداب. 10-4 در شرایط سخت به توپ رسید، پاس رو داد و امتیاز لازم رو آبدینی به روی تابلو به ثبت رسوند. ده چهار درفت خوبی انجام نشد و فقط توپ رد کردن و تقدیم شهدابی ها. داوودی پور برای رضا رضایی و امتیاز 11، اختلاف 7 امتیاز. کار یه جورایی شاید رفته برای تموم شدن. اون انگیزه‌ای که باید گنبدی‌ها داشته باشن واقعا تو چهرهشون نیست و اگر مردم گنبد هم ناراحتن واقعا حق دارن. تا لحظه آخر باید جنگید، باید تلاش کرد. دریافت اول، بازمونه برای قربانی و باز هم دفاع لب تور شهدابی ها که امتیاز 12 رو به روی تابلو خلق میکنه و ثبت میکنه. اینجا دفاع شد. 12-4 اختلاف 8 امتیاز. بازمونه تاجر و
رضا، رضایی که خواست بره میدونست نمیرسه. 12-5 در شرایط سخت، توپ ساخ برای میکایل تاجر و توپی که به اوت رفته، امتیازش برای شهرداریه. بزمونه آجیپور، حالا رضا رضایی، جانم به این شلاق به توپ رضا رضایی. ببینیم یک شلاق سنگین به توپ با امتیاز 13 برای شهردار، 13-5. بهنام به تور زد، سیزده شش. قربانی، حاجی پور، داودی، یه پاس سرعتی باز هم برای رضا آبدینی. چه ترکیبی شدن داودی پور و آبدینی. ببینیم یه هماهنگی خوشگل و توپی که در منطقه 6 فرود اومد و امتیاز 14 رو به روی تابلو ثبت کرد. 14-6، اختلاف 8 امتیاز. باز هم رضا آبدینی به تور زد. این فکر میکنم 7th/8th باشه. چهارده هفت. بیرونه. توپ محمد یاسین کم بیرون رفت. 15-7. رضا رضایی دریافت اول، بازمونه خطوب خوبی به میکایل نرسید. حالا سعید جواهری توپش بیرون رفت. 15-8. و کاپیتان تاجر و توپی که به تور زد و 16-8 به روی تابلو ثبت میشه. 2-1 شهداب و دست سوم 16-8. سعید جواهری در سکوت سالن اختصاصی شهداب به منطقه 5. داودی پور توپش خیلی بیرون بود، چرا توپ آوردی آقای داودی پور؟ و 16-9. اینجا داودی پور توپ ساخت، عثمان ولیزاده و توپی که با اختلاف به بیرون رفت. سرویس برای امید صقلی. امید صقلی توپش به تور خورد و 16-17 میشه بازی. اختلاف 8 امتیازی شهداب و شهرداری. دست قبلی هم که شهداب بازی واگذار کرد، شاید اون وقفه‌ای که ایجاد شد باعث شد تمرکز به هم بریزه. شاید نمیخوایم از توانمندی تیم شهرداری کم کنیم، خیر، شهرداری الانش هم تیم قابل احترام و دوست داشتنیه. شهرداری گنبد همیشه برای والیبالی ها فوق‌العاده است و اسمش ترسناکه. درسته امسال وضعیت خوبی ندارن، درسته که امسال حمایت لازم نشدن، درسته که امسال حال روزشون خوب نیست، درسته که امسال مردم گنبد یه خورده ناراضیان از این تیم، ولی شهرداری گنبد نامش ترسناکه برای والیبالی ها. شهرداری از 17، شهرداری گنبد 10.
دریافت عوض جواهری، داوودی پور برای سعید جواهری، پایپی ناقص، باز هم رضا بدینی، قربانی، حالا رضا رضایی، داوودی پور و یه پاس سرعتی، باز هم موفق برای چندمین بار فکر میکنم دو رقمی شده پاسای سرعتی داوودی پور برای آبدینی و یکی از امتیاز آورترین بازیکنان دیدار شهداب و شهرداری شک نکنید رضا آبدینیه. داوودی پور، قربانی، بزمونه، نه جا خالی که لو رفت توسط آجی پور، ببینیم لو رفت، بله 19:10 وقت استراحت فنی، آقای کوزلی الان در این شرایط چه سخنی داری برای گفتن؟ چقدر شرایط برای شما سخته؟ 9 امتیاز اختلاف، صحبت سر چیه واقعا؟ اینکه امتیاز اختلاف رو کم کنیم یا اینکه نه میتونید ببرید، که بعید میدونم این جمله رو بگه آقای کوزلی. 19:10 به سراغ بازی. مسعود غلامی هم با وی آی پی ارتباطی داره که هنوز ادامه داره. آقای شرافت مجامل دوست داشتنی شهدابی ها در جایگاه ویژه حضور داره و هم هوادارا بهش لطف دارن هم بازیکنان. یه ارتباطی صمیمانه ما بینه مجموعه شهداب هست، از هوادار تا بازیکن و کادر مدیریتی. امتیاز برای شهرداری به دست میاد. 19:11 اینجا محمد یاسین کم امتیاز 11 رو به دست آورد. حضرت پور، داوودی، بازم یه پاس سرعتی دفاع شد و امتیازش برای شهدابی هاست. بازم پاس سرعتی، بازم رضا آبدینی و بازم امتیاز. 20:11 و هواداران شهدابی که میگن سرتو بالا کن و تابلو رو نگاه کن، خطاب به بازیکنان شهرداری، شهرداری این گونه نخواهد موند. شک نکنید که شهرداری احیا بشه دیوانه تر میشن، یعنی دیوانه ترین تیم والیبال ایران میشن. سخت میشه مقابل شهرداری ایستاد اگر این تیم حمایت بشه، چون مردمش سالن رو وحشتناک میکنن. درسته که حال روز شهرداری خوب نیست، اما والیبال ایران مدیون گنبده. 21:11 سرویس خوب، بازمونه برای قربانی و توپو میارن. رضا رضایی نرم و موفق. مخدومی تلاش کرد، شیجه زد، اما موفق نبود که به توپ برسه، توپ جوری در جریان بازی نگه داره که به سود تیمش باشه. 22:11 اختلاف، 11 امتیاز. دریافت اول، بازمونه برای شماره 11 شون که موفق نبود. ارسلان یلمه 23 ساله توپش به بیرون رفت. اینجا ببینیم بازمونه ساخت برای یلمه، چپ دست دیگر تیم شهرداری که توپش بیرون رفت و باز هم در دریافت اشتباه کردند. سرویس حاجی پور به امتیاز 24 روم رسید. 24:11 من به عنوان یک یزدی ناراحتم برای این امتیاز. من به عنوان یک مخاطب والیبالی، به عنوان یک هوادار شهدابی، دروغ چرا، ولی واقعا ناراحتم 24:11 رو میبینم و شهرداری گنبد حقش نیست و تمام. 25:11 شهداب شهرداری رو شکست میده. 3-1 شهداب یزد و بازی تمام شد. تبریک به هواداران شهداب و ممنون از شما بینندگان عزیز که ما رو از طریق سایت آنتن همراهی کردید. امیدوارم از بازی لذت برده باشید. به اتفاق تمام همکاران خوبم از شما خداحافظی میکنم. روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.